بورساق یه کلوچه محلی خیلی خوشمزه است که نه نیازی به فر داره و نه مواد خاص. درست کردنش هم خیلی راحته. با اکوکوک همراه باشید تا بریم با هم درستش کنیم. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندی. برای درست کردن این شیرینی خوشمزه، توی یه کاسه ابتدا یه دونه تخم مرغ، نصف پیمان شکر، یه پیمان ماست. برامون جالبه که بدونیم از کدوم شهر یا کشور برنامه ما رو میبینید. نصف قاشق چایخوری پودر هل، یه چهارم قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، یه قاشق غذاخوری خمیر مایه، یک سوم پیمان روغن مایه یا روغن حیوانی میریزیم و ترکیب میکنیم. اگه میدونید این شیرینی خوشمزه برای کدوم شهره، حتما برامون بنویسید. حالا 1¼ پیمان آب ولرم بهش اضافه میکنیم. میتونید به جای آب از شیر هم استفاده کنید. ترکیب میکنید تا یک دست بشه. میتونید بنا به سلیقتون از مقداری زعفران، هل و رازیانه یا زیره هم داخلش استفاده کنید. اگه پیمانه ندارید، میتونید از یه لیوان دستدار فرانسوی به عنوان معیار همه مواد استفاده کنید. برای این شیرینی خوشمزه به 5.5 لیوان آرد هم نیاز داریم که باید کم کم اضافه کنیم. ابتدا نصف آرد رو می‌ریزیم، با یه قاشق هم می‌زنیم. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن. اگه زنگوله کنارش هم بزنی، میتونی از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشی. وقتی خوب ترکیب شد، بقیه آرد رو می‌ریزیم. بقیه آرد رو که ریختیم، با دست شروع می‌کنیم به ترکیب کردنش. از اونجایی که آردها با هم متفاوتن، ممکنه مقدار کمتر یا بیشتری آرد نیاز داشته باشید. پس حتماً کم کم اضافه کنید. اگه آرد بیش از حد اضافه کنید، خمیر سفت میشه و از عمل اومدن خمیر مایه هم جلوگیری می‌کنه. حدود 5-10 دقیقه ورز می‌دیم تا زمانی که خمیر نرم و کاملاً یک دستی به دست بیاد. اگه کمی چسبنده بود، نگران نباشید، چون با ورز دادن و استراحت چسبندگیش کم میشه. و از طرفی هم اگه رطوبت خمیرتون بالا باشه، شیرینیتون خیلی نرمتر در میاد. ببینید، در نهایت باید یه همچین خمیر نرم و لطیفی داشته باشیم. به صورت یه چونه بزرگ درش میاریم و روشو میپوشونیم. یک ساعت استراحت میدیم تا حجم خمیر دو برابر شه. بعد از یک ساعت میبینید که خمیر حسابی پف کرده. دوستان، اگه سوالی داشتید حتما در قسمت نظرات بپرسید. خوشحال میشم بتونم کمک کنم. روی سطح کار مورد نظر مقداری آرد میپاشیم. خمیر رو روش میذاریم و کمی ورز میدیم تا پفش گرفته شه. دیگه نیازی نیست هر روز فکر کنی که چی بپزی، چون ما توی کانالمون صدها آموزش آسون با مواد ساده داریم که خیلی فوری آماده میشن و وقت زیادی ازت نمیگیرن. با کمک یک کاردک یا چاقو به 8 قسمت مساوی تقسیمش میکنیم. هر قسمت رو دوباره بر میداریم و 3 قسمت میکنیم. و بعد به شکل گلوله درشون میاریم. تمام خمیر رو به همین شکل آماده میکنیم. حالا به یه آبکش نیاز داریم که سوراخ‌های درشتی داره. میتونید از آبکش پلاستیکی یا استیل هم استفاده کنید. هر چانه که برمیداریم، اول بهش کمی آرد میزنیم تا نچسبه. بعد روی آبکش فشار میدیم و تختش میکنیم. اینجوری هم راحت تر باز میشه و هم روش طرح جالبی میفته. یا اینکه میتونید آبکش رو روی میز ثابت قرار بدید و این کار رو انجام بدید. یا کلن روی سطح با دست یا وردنه به صورت ساده بازشون کنید. میتونید توی این حین روی بقیه خمیرها رو بپوشونید تا سطحشون خشک نشه. این شیرینی رو میشه به صورت گلوله های مخروطی کوچیک هم در آورد و نیازی نیست که حتما تخت باشه. حالا توی یه تابه‌ای که روغن سرخ کردنی ریختیم و خوب داغ شده، خمیرها رو دونه دونه می‌ذاریم. حرارت
سرعت رو روی متوسط میذاریم. میبینید که به همین خوشگلی سریع پف میکنه. بهتر روغنتون کم نباشه که یک دست سرخ شه. اگه روغن کم باشه، جذب روغنش هم بالا میره. وقتی یک سمتش خوب طلایی و سرخ شد، برمیگردونیم تا سمت دیگه هم برشته شه. اگه دنبال دستور دسرای رژیمی و حتی بدون شکر میگردی، روی لینک بالای همین تصویر بزن. بعد هم از روغن در میاریم و روی دستمال جذب روغن میذاریم. بفرمایید، اینم از کلوچه محلی ما که حسابی نرم و خوش عطره. بریم توش هم ببینیم که بافتش چطور شده. به به، در این حال که اسفنجیه هیچ جذب روغنی هم نداره. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید که واقعا خیلی خوشمزه است. این شیرینی ها رو میتونید حتی برای مدت طولانی تری توی فریزر هم نگهداری کنید. نوشه جان.